در طول جنگ ایران و عراق هیئت‌های زیادی خواستار میانجیگری شدند، ولی خمینی هیچ یک را نپذیرفت. شورای امنیت در مجموع 18 قطعنامه در خصوص جنگ ایران و عراق صادر کرد. طرف عراقی همه قطعنامه ها را بلافاصله پذیرفت، ولی خمینی همه قطعنامه ها را رد کرد. تنها 6 روز پس از آغاز جنگ اولین قطعنامه ترک مخاصمه صادر شد. اسفند همان سال نخست وزیر سوئد پیشنهاد آتش بس و پرداخت 60 میلیارد دلار خسارت کرد. 12 مهر 61 سه ماه پس از آزادی خرمشهر قطعنامه 522 خواستار آتش بس فوری شد. 22 اسفند 61 شورای ملی مقاومت ایران طرحی برای پایان دادن به جنگ ارائه کرد. دولت عراق این طرح را به عنوان مبنای مذاکرات صلح پذیرفت، اما خمینی حاضر به صلح نشد. خمینی حتی طرح صلح خودش را هم رد کرد. 24 مهر 59 رجایی نخست وزیر خمینی با پیشنهاد صلح به سازمان ملل رفت. عراق به فوریت طرح را قبول کرد، اما خمینی گفت این طرح عادلانه نیست و آن را رد کرد. قطعنامه 598 در 29 تیر 1366 برای پایان دادن به جنگ صادر شد. خمینی پس از یک سال در 29 تیر 67 در پیام نوشیدن جام زهر آن را پذیرفت. آیا خمینی تغییر مسلک داده بود یا آتش بس به وی تحمیل شد؟